هدفیابی کروکی هایی که گنجدار هستند دقیق منظم اگر کندکاری درست باشه 100% بهتون بار. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز، ممنون سپاسگزار میشم تا آخرین کلیپ همراه باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستان، هدفیابی این کندکاری ها خیلی مهمه. ببینید که قشنگ یعنی کار شده باشه. خب ما یه سری کروکی هایی رو داریم که بر روی سنگ قرار داره دوستان عزیز و یه حالت های خاصی رو داره که میخوام اینا رو براتون شرح بدم که قشنگ متوجه بشید به چه صورتی هستن. خب ببینید، این کندکاری ها اگر دقیق و منظم مسیرش رو پیدا بکنی 100% بهتون بار میده. خب اگر یک کندکاری به شکل هشتی رو داشتید، اول نگاه کنید ببینید زرعی اضافه تر داره، یعنی این زرعش بیشتر از زرع بعدی هست، خب جهت کار شما در این مسیره. خب و اگر مساوی باشه دوستان عزیز، فاصله این دوتا رو بگیرید چند سانتی، حالا 2 سانتی 3 سانتی، در جهت این شما مسیر رو کاوش بکنید. خب که دقیق باید اندازه بگیرید و این کندکاری ها معمولا ما کوچیک داریم، متوسط و بزرگ. اونایی که بزرگن اصلا روشون حساب باز نکنید، اونایی که متوسط هستن و کوچیکتر. کوچیکتر یعنی نقطه نهایی، یعنی اگر شما این کوچ مثلا این هشتی رو کوچیک داشتید در حد زیر 10 سانت باشه، هدف شما دقیقا زیر 3 متر قرار دارید، بیشتر از 3 متر نیست دوستان عزیز. خب اگر زیر 10 سانت باشه و اگر بری تو بحث حالا بیشتر مثلا 15-20 سانت، اونم متوسط هستن و هدف در حدود شاید 20-30 متر. اگر این کندکاری بیشتر از به اصطلاح 15-20 سانت باشه، خب متوسط هست و هدف شما حداقل 30 متر فاصله داره. خب اگر زیر به اصطلاح 10 سانت باشه، هدف شما نهایتاً 3 متره. خوب توجه کنید به این مسائل. کندکاری که به این صورت هست، در جهت نوک این اگر برابر باشه زلهاش یا اگر زلعی بزرگتر باشه، خوب توجه کنید اینجا اگر متوسط باشه تقریبا میشه گفت تا 50-100 متر هم میره اگر یکی از زلهاش به این صورت باشه. گهگداری بعضی موقع هم اینطوری نیست. خب به این مثلا توجه کنید. خب شیار که اگر داشته باشی دوستان عزیز، هدفی که داره اگر تکی باشه و بزرگتر باشه، خب نشانگر نماد چیزی هست که مثلا چشمه رودخانه اینجا قرار داره و روی سنگ تک سنگ هم ماد داره. اگر کوچیک باشه دوستان عزیز، هدف راست یا چپ خود این جایی که قرار داره، یا سنگچینی داره در 1 متری یا 2 متری نهایتاً و بالا یا پشت این چیزی دیگه وجود نداره، یا راسته یا چپه. خب بعد کاسه جوان هایی رو داریم دوستان عزیز، اگر که بزرگ باشه کاربردیه، اینجا یه چیزی رو به اصطلاح درست میکردن، آبش از این قسمت میومد پایین یا شیرش از این قسمت میومد پایین که به اصطلاح یا با یه سنگی این قسمت رو کاربردی بوده دیگه، یک شیره به اصطلاح یا چیزی رو اینطوری درست میکردن با همچین حالتی. خب اگر بزرگ باشه، اگر کوچیک باشه دوستان عزیز، این اشاره به جایگاه میکنه، کروکیه. خب حالا ما دسته همچین حالتهایی که کوچیک هستن، کاسه جوغن کوچیک و به اصطلاح آبراه کوچیکی داره، تقریبا اموال متوسطی دارن، نه بیشتر نه کمتر. خب ممکنه 2-3 قلم چیز بده، مفرق بده، شاید هم خیلی خیلی هم حالا اگر در ارتفاعات باشه جایگاهش خیلی مهم باشه، شایی باشه، شانشین باشه، شاید یه قلم بده، وگرنه این موارد کمتره دوستان. خب بعد شیارهایی رو داریم که حالتهاشون حالا یا به شکل جاپا یا به شکل حالت مستطیلی هستن. خب اگر بزرگ باشه گفتم کاربردیه، ممکنه در اطرافش همچین حالتهایی به عنوانه یا تونل هایی که به شکل آبنبار درست شده، چاه میخوره و راه رو داره و اینم هم به همین صورته، کمتر. حوچه های باستانی به اصطلاح استخرها، خب
و اگر که بزرگ باشه به این صورته. اگر کوچیک باشه به شما بار یا قبر یا به اصطلاح خزانه میده. حالا کمتر از 10 سان باشه خب میشه جوغن مستطیل که اتاقه که دوستان عزیز، و این هم به همین صورت. اونایی که ناهنجاری دارن تقریبا اینا هم حالت جاپا داره و هم حالت اینی که اشاره به خزانه میکنه، اونم باید تثبیت کننده داشته باشه، یا اسکنه یا جوغن نصفه مربع باید در کنارش باشه، وگرنه هدفیابی این یه مقدار طولانیه دوستان عزیز، شاید تا 200 متر هم بره، چون این در اول راه ما رو به سمت جایگاهی که حالت صخره یا سکونتگاه هست زده میشه، گهگداری هم تو محدوده سکونتگاه زده میشه، خب که باید بررسی بشه تو محدوده با چند تا فاکتوری دیگه، ولی این هدفیابی این کمتره دوستان. اگر کوچیک باشه معمولا رو سنگ باشه زیر خودش 1 متر 2 متری دور تا دورش نگاه کنید ببینید نشستی داره، سنگچینی وجود داره یا نه. خب بعضی موقع تکی رو سنگ هم میاد که زیرش رو حتما بررسی بکنید، بعضی موقع تو دیواره هست، تو دیواره باید راست و چپش رو تاوش بکنید، مثل همونی که تقریبا تو کلیپ قبلی توضیح دادم که مثلا بالا یا راست یا چپش رو بررسی بکنید، خب که بهتون به اصطلاح گوردخمه میده. خب این به این صورته. هدفشون معمولا اینا تا 200 متر میره، اینم 5 متری حالا راست چپ بالا پایینش، بیشتر از اونه. هدف اینم دوستان عزیز حالتش اینه که تقریبا اگر کوچیک باشه آب از اینجا بریزید و از اینجا جاری میشه، ببینی کجا جمع میشه، نهایتا 2 متر میشه اگر زیاد باشه. به این صورته، اگر یه جا جمع شد محل به اصطلاح قبر اون شخص قرار داره. هدفیابی کروکی ها خوب توجه کنید که عرض چقدر کمتر باشه، یعنی کندکاری کوچیکتر باشه، همونطور که توضیح دادم زیر 5 سانت و 5 سانت باشه تثبیت کننده و نقطه نهاییه، نهایتا 1 متر تا 2 متر، نهایتا 3 متر، اونم به علت شرایط های محیطیه، شاید اتفاقاتی رخ داده باشه، جا به جایی چیزی، حالا بارانی سیلی چیزی اتفاق افتاده باشه، یکم جایگاه به هم ریخته باشه، وگرنه نقطه نهایی نهایتا 1 متر 2 متره دیگه، بیشتر از اون نیست. اونایی که متوسط هستن که توضیح دادم دوستان، خب ما اگر که کندکاری کوچیکی رو داشته باشیم به امون بار زرد 100% میده، و اونایی که متوسط هستن 1-2 قلم نهایتا، اونم اگر که جایگاهش واقعا شاهنشین باشه، وگرنه اونایی که بزرگ هستن میره تو بحث کاربردی و تو سکونتگاه هستن و هیچ ارزشی برای وقت گذاشتن رو نداره. خب ممنون، سپاسگزارم دوستان عزیز، لایادتون نره و تشکر، خدا یارو نگهدارتون.